السلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدین به یک ویدیو جدید از کانال ما. انشالله که خوش و خرم باشین عزیزان دل. امروز البته بر شب مهمان دارم، اما طفلاره که بردم به طرف مکتب که خانه آمدم، شوهرم زنگ زد که بر شب مهمان داریم. من هم خواستم که این مهمانی را همراه شما یک جای ولاگ بگیرم و بر شما هم ویدیوی شب بانم. انشالله که تا آخر بیننده برنامه ما باشین. یک دانه چراغ فرشی یا زمینی میگم خریده بودم به خاطر اتاق نشیمن. البته پلان داشتم که دو دانه یا همیره جوره بگیرم. باز گفتم باشه یک دانه را اول ببینم که روشنیش، مقبولیش و نگهداریشه که در موجودیت طفلا میشه نمیشه، باز که دو میشه بگیرم. چرا که همو درخته که در کنج اتاق نشیمن است او رو دیگه برخسته کن شده و نمیخوانه به می دیکور اتاقم، دیکور پس میکنم به جایش چراغم میمونم. باز بعد از این میریم به آشپزی. البته آشپزی را چطور در این صبح وقت شروع میکنم بخاطر از این که طفلا به خیر هستن، مکتب هستن، میخوایم که کارکای خود پیش از پیش بکنم چرا که من بیکار هستم و سودام کل سودایی که باید ضرورت دارم و داشته باشم و ندارم، تا ای که پدر سید جان سودا رو هم میاره من چیزی در خانه است آمادگی میگیرم و همراه شما هم شریک میسازم تا اخیر بیننده باشین. داش، منقل، اگر چطل بود، چپ بود، از اینه ایزی آف، از والمارت گرفتم، میتونین از امازون هم بگیرین، لینک شه برتون در دسکریپشن میمونم. من همیشه که میگم لینک در دسکریپشن میمونم، بودم دوستان میگه که اکس شروعی که، از طریق یوتیوب امکان نداره که اکس شه بارم، ولی اگر میخواییم به انستاگرام ما که به نام زینت نقطه عتیق از کجا بیاییم، بودم میتونم که اکسش برتون نشان بدم. ای بهترین است، فقط بعداش اسپری کو یک پنج دقیقه بون دیگه یک پاک خوب
اگر داشتن داخلش یا هم رویش پاک میکنین یک 5 دقیقه پیش روشنش بکنین که یک کم خواه گرم بکنه. بعد نمی اسپری را بزنین قسمی که من کردم 5 دقیقه پیشتر با کل جایی داشت دادم. حالا هم پاکش میکنم بسیارم تر به خوبی و به زودی اما سیاری و چیزی نپاکی که داره را میگیرم. بوربو بوی بوربو دیگه بسیار خوشم میاد، یا اسفند یا بوربو میکنم. خب غذایی که من تیار میکنم غذای چندین رقم جور نمیکنم چون که مهمان من مردا است. مردا اکثرا غذای در بیرو باره که خوش ندارن، اما بهترین غذایی که همینشون دوست دارن قابلی میباشن و کلویی. من هم پلان کردم که قابلی، کرویی و منتو تیار بکنم. دیگه برنج تر کردم همراه آب گرم، یک 6 گیلاس برنج گرفتم. مهمانای من فکر میکنم اول 8 نفر گفت است، بعدا مهمان زیاد شد دیگه، مگر شکر خداوند شد که دیگه هایم بس کردم و حتی اضافه هم شد. قابلی نبود یعنی که هیچ چیز نیست. ما پلان کردم که ایوار متفاوت تر غذا آماده میکنم، یعنی هر چیز را که گفتم تیار میکنم. بازم دیگه کمبود برنج قابلی احساس میشد. میگن در مهمانیه که گوشت و برنج نباشه دیگه هیچ چیز نیست، واقعا هم که خیلی مهم است. برنج تر کردم، گوشت قابلی را هم ماندم که نرم شوه. باز گفتم که باش که یک دانه کیک جور بکنم و یک ذره کریم رول تیار بکنم که کیک هم از آرد خانگی همراه آرد از این کیک های تیار
میکس میکنم، بسیار خوشمزه و خوبش میایه. فقط در یک قوطی از پودر کیک نیم گلاس آردادی اضافه میکنم، خیلی خوشمزه میشه. اینی هم لولگک‌های چی میگن؟ کریم رول که از آمازون خریدیم، لنگ شبرتان میمونم. بسیار برابر خوبش است. این پیستری دوگ از والمارت میگیرم، تیار است. به خاطر تیار کردن کریم رول استفاده میکنم. بخاطر که یک در کریم رول کم روی خمیر خودم در خانه بکنم و در روزایی که مهمان می داشته باشم، باز بسیار کار زیاد است برای من. روزی نمی آسان ترینش است که از این خمیر بگیرم. او که ایرام یخ زدگی است، این باید بانم که یخش باز شود.
به درجه 350 میبرم به داخل داش. با کریم رول تیار است، فقط 5 قواره مکسرش میکنم، باز در داخل کریم رول بندازم. چیکار
تشکر که دایدم بیننده برنامه ما بودین و هستین. میخوایم که میزه زودتر بچینم چرا که مهمان در راه بودن و میامدن. باز گفتم باش که میزه بچینم. چیز که ندارم و بسیار خوش دارم که باید داشته باشم یک سیت چای، مثلا میوه‌دونی، شیرنی‌دونی، کیک‌دونی، همین چیزایی که بسیار مقبول و خاص باشه داشته باشم. زیاد دیدیم ولی اون چیزی که من میخوایم بدلم نیسته دیگه. انشالله کم تا یک سیت مقبول و خوبش پیدا بکنم. اگر شما هم دیدین اما یک سیت ظرف که میوه‌دونی و کیک و کلچه دونی و همین چیزها رو داشته باشه و ترجیح میتونم که رنگ سفید باشه چون که مودش هم نمیره و دل آدم هم نمیزنم، حتما که بر من جایش و آدرس شب بگوین دیگه. از او خاطر که من میوه‌دونی بیا ندارم، باز از این میوه‌دونی یکایی که ساده پیدا میشه میگه کارم از امازون و از اینجا فکر میکنم گرفتیم و این پتنوسا رو هم از هوم گودز گرفتیم، باز دمیا تیار میکنم دیگه خوب میشه. چاره گذاره این هم کریم رول بسیار خوب شامده، منطقه ما پودر بوره در خانه نداشتم و بوره همیشه ما بوره براون شوگر میخوریم، از او خاطر یک ذره پودر چی میگه؟ ناریال سر شد نختم یک مقبول شده کمه. ما چرا میزه وقت تیار کردم؟ به خاطر از اینکه مهمان های ما وقت میاین، شاید ساعت های 2 بجه روز بیاین بخیر، از او خاطر ما دیگه همو میوی تازه و کیک کلچه هر میشه تیار کردم که هر چیز بازشتا داشتن نوش جان بکنن، به خاطر که تا شب دیگه باز خیلی وقت میباشه تا که نان تیار میشه، از او خاطر میوی تازه را همچنان ماندم دیگه. چی کم بود است؟ این کیک که پختم فکر میکنم دیگه چیز کم بود نیست. چای هم دم کردیم دیگه. اگر شما هم تجربه داشته باشین، بعض اوقات می شوهرای آدم یا پدرای آدم یک کار میکنه که خوشت نمیایه ولی به خاطر ازی که دلش نشکنه یا که مونده باشه که یک سهم گرفته باشه باز چیز نمیگی که اون رو بر من پدر زیدان جور کرده به سر درختم یک دونه لایک شده. سلام بچی مقبولم. سلام بابی. سلام سلام عزیزی دلم. سلام عزیزی دلم. چطور هستی بابا؟ و اینی هم چراغم، اینی هم چراغی که نو خریدیم مقبول معلوم میشه. پلان دارم که یک دونه دیگه بگیرم، نمیفهمم که بگیرم یا نگیرم، یعنی یک دونه میگفتم اینجا یک دونه اونجا باشه، بعد گفتم همین دونه اول شاردار بکنم ببینم که چطور معلوم میشه، آیا از دست طفلان میشه که بانمش یا خیف که اینی هم تچ اول عمر جان باشگال ببینه که چی هست. اوهو رفتیم شده همه جا نه دیگه نکن
من تو بخوایم تیار بکنم گوشت کوفته ای را ما بخارم تو صرف نمی کنم شا ای که بخار بتین زیاد مزدار خوش می آید. گوشت بخار دادیم اینا را می کشم پیازم دیگه خوب زیاد هر قدر پیازش زیاد باشه من تو خوبم تو پوکک نرم خوبش می آید. من پیاز زیاد استفاده می کنم دیگه نال گوشت ازی می کشم پیازم یک سه چهار دقیقه تفت می تام با زردیش را میکس می کنم برای مرچ و مساله باز ببینید که چی می کنم گوشت که بخار دادیم تیار شد این هم پیازش هست ببینید که هاوش پس کنم اینی هم پیازش امروش یک جای میکنم پیازش قسم تیار میکنم که خدا به حساب تو نشاره نمک هم دیگه به اندازه اشتهایتان این هم گشنیز خشک یا این هم مرچ سرخ دیگه مساله من زیره خوش ندارم که بندازم دیگه مرچ تازه اگر میخواستین رو اضافه کنین دیگه مخلوطش کنین مواد همونطور فوق العاده خوشمزه و میمونم که کم سرد شود باز برش میکنم خمیره که میگیرین از والمارت میگیرم خوبش هست دمو طرف یخچالایش هست ایره ببینید میفهم که کلگیتان میفهمین کسایی که نمیفهمن من بعض چیزا رو که تکرار میکنم این به خاطر است که بعض خوراکای ما نه و برنامه ما میبینن متوجه نمیشن باز پرسان میکنن که چطور و چنان از خاطر بشون میخوایم که سوالات چون قبل از قبل حل شود خب حالا چی میکنم که همی خمیره به داخل آب میزنم خوب به متپاش ریشه تر میکنم باز مواد داخلش میمانم یک رقم نرم و خوبش میشه که دیگه اینطور خوب سیم خمیره توی که گرفتم بسم الله الرحمن الرحیم حتی که دارم میمانم کلشه باز مواد چه میزنم این رقم دیگه فقط خمیری که در خانه تیار کرده باشی همه طور نرم میایه دیگه بخیر دیگه کارم خلاص شده یک برنج یا به پخته کردن مانده خیلی وقت است به برنج ما به خاطر عجله کار ما کردم که باز بخیر گفتم که یک و نیم دو بجه اولادا میرسن باز نمیتونم که کار بکنم از او خاطر دیگه خود آماده کردم که تا دو بجه کارهای بخیر تمام شود که انشالله که آلی یک و نیم بجه است تا نیم ساعت دیگه خلاص میشه دیگه مادر رو میفهمین که آدم باید که از امی فرصت هایی که اولادای ما بخیر هستن مکتب هستن یک استفاده با کنیم دیگه تو پیازکار کلان میبینین اصلا پریشانش نشین به خاطر که چی هست همتون نرم است سخت نیست
انشالله که یک روز من تو از خمیر خانگی هم تیار میکنم خیر و خوبی. ایره که رقم چند ثانیه دیگه هم کپونم بس خمیر ده خوب خودم میگیره. حالا قالبای ما چی میزنم چی میگن روغن چرب میکنم و میچینم. تا وقتی که نون کشیده نشه استرس آدم خلاص نمیشه، احساس میکنی که چیزی کم نشه، چیز دیر نشه، خراب نشه. من همه مترستم دیگه از او خاطر بیترین کاری که میکنم امی که غذایم تیار شد نانم میکشم، پشت از این نمیگردم که شب شده یا نی. و اکثرا وقتی که مهمان مردانه می داشته باشم باز اینا قدم زدن بیرون میرن، باز من کوشش میکنم که اول همین نان و غذا را نوش جان بکنن بعدش برن دیگه. چون مهمان به حساب همو روز روز پلان کرده بودیم که مهمان برای شب میایه، از خاطر من زیاد نتونستم که غذاهای خوب و خوبتر آماده بکنم، فقط یک قابلی و منتو همراه با کرایی تیار کردم. دیگه آل هم آوردم برای دسترخوان ماندم که بخیر بیاین و نوشان بکنن و من هم طفلا رو بگیرم ببرم بعد طرف اتاق خواب که خواب بکنن، چرا که سبایش بخیر مکتب میرن باید خوشخوی و سر حال باشن. دیگه شما هم نوشته بکنین بر من که به مهمونی هایتان اگر از قبل مهمان داشته باشین چی آمادگی ها میگیرین، اگر مهمان تصادفی داشته باشین چی کارا میکنین. دیگه امیدوار هستم که از برنامه های من خوشتون بیاید، از ولاغ های من خوشتون بیاید. من بکوش میکنم که ولاغ های همونطور معمولی و عادی و ساده قسمی که هستم همون رقم بر شما تیار بکنم. دیگه شما هم لایک بکنین اگر خوشتون آمده و همراه دوستانتان به اشتراک بگذارین، منتظر برنامه های ما باشین و حتما نوشته بکنین که کدام برنامه ها رو شما دوست دارین که ما از او برنامه ها بر شما تهیه بکنم. تا دیدار بعد شما رو به الله پاک مسپارم، خدا یار و مددگارتان.